بابا سلام، خوش آمدید به هادی دیگر، گربه دیگر. اوضاع در میهن اسلامی خیلی قمر در عقربه، قمر رهبری تو عقربه، رئیس جمهوری قمر رئیس جمهوری تو عقربه رهبری، این به اون پیغام میده، اون به اون پیغام میده، اینا همینجوری مثل اینکه پینگ پونگ بازی میکنن. امت و جوانان بدبخت هم توپ جمع کنشون شدن و جا داره که ما برنامه‌مون رو اختصاص بدیم به اینکه ایشون چی فرمودن، ایشون چی فرمودن و ایشون در جواب ایشون چی فرمودن و ایشون در جواب ایشون. همین مونده که ما خلاقیتمونو به علافیت بدیم و انگار که از این چیزا ندیدیم. به همین خیال باشن، ما از این چیزا تو جمهوری اسلامی ما زیاد دیدیم. این بچه هایی که دیروز به دنیا اومده باشن یا هفته قبلش، اینا ممکنه که بودو من توپ جمع کنه تنیس و پیم پونگ آقایون باشه. من یادم این که فیسبوک یعنی یادآوریم کردش که مثلا 23 چندم خرداد 89 یک روزه الکترولوکس یا روزه یخچال راجع به تخریب دفتر آیت الله صانعی نوشته بودم که برام تو فیسبوک دوباره فرستادن. و این روزه مربوط میشه به اون موقعی که آقای کروبی رفته بود به دفتر آقای صانعی و حالا تخریب شد و اصلا تشکیلات به هم خورد و کربلایی شد. کربلا به معنی که واقعا روزه میطلبید. دهن برادر خشک شده بود. اینا باید یکی برداره بعدن قشنگتر روزش کنه. حالا من همینجوری روزنامه ای براتون میخونم. دهن برادر خوش شده بود، میگو خواهر من تشنمه، نمیخوام اشک تو در بیارم امشب، ولی دلم میخواد یک دودانگی به نظر اونی که قفلشو گرفتم. الو الو، آزمایش میکنیم، الو این میکروفون چرا آقا؟ اینو وصلش کن. گفت خواهر یک چک آب لباش خشک بود، آتش داشت. 1 2 3 4 آزمایش میکنیم. الو الو، همچینه گریه نکن، بذار با آمپلیفایر وصل بشه، صبر کن. خواهرش بلند شد، دید داریم تمرین میکنیم، دید برادر دیگه داره از حال میره. کاسه جامی لیوانی برداشت رفت که برای برادر عزیزش آب ببره. آقا آقا آقا، دید یخچال افتاده. برادر گفت آب، نخواست دل برادر رو بشکنه، نخواست به برادر بگه چی شده. برادر حدس میزد که اتفاق شومی افتاده. خواهر چشماش پر اشک شد، دلش لرزید. اون صحنه رو که دید نشست روی موکت کنار عکس امام، دید کنار عکس امام پر از آشغال، یه تیکم روی عکس امام، روی تمثال امام. مواظب بود نشینه روی عکس امام. بعد دید یخچال الکترولوکسش وسط آشپزخونه به پهلو افتاده. هنوز خودتو نزن برادر، برادران بسیجی موضوع باشه، این آقا بی خود الان خودشو نزنه. این وقتی که دوربینا رو راه انداختن الان میزنه، و اون موقع دیگه حال میره. نزن آقا نزن. گفت با این لوکس، با این بنت الکترو، با عزیز مطبخ چه کردید؟ دست کشید روی یخچال. گفت چه کردند با تو الکترو لوکس؟ گریه کنین حالا، ولی خب یواش یواش. آقا دید یه گده ریختن کلیک کلیک میکنن. پرسید شما کی هستین؟ برادر من تشنه است. گفتن ما عکاسیم. گفت برادر من تشنه است. گفتن ما خبرنگار عکاسیم. هیچ کدوممتون سقا نیستین. گفتن هیچ کدوممون سقا نیستین. گفت برادر من تشنه است. گفتن ما عکاسیم. خواهر پرسید اون یکی کیه که قشقش میکنه؟ گفتن اون فیلم برداره، کامرامنه. کامرامن دیگه چیه؟ بغض کرده بود. پرسید کامرامن دیگه چیه؟ گفتن فیلم میگیره. گفتن از این یخچال فیلم میگیره، از این یخچال مظلوم که اینجوری مثل جنازه وسط آشپزخونه افتاده، اینوری
فیلم میگیره، اونوری هم فیلم میگیره، از اون مکروبی و یتیم هم فیلم میگیره. آقا گفت امشب در بی بی سی و صدای آمریکا شام غریبانه، گفت از امشب هزار دفعه همین یخچال رو نشون میده. یه وقت خواهرش که رفته بود برای برادرش آب بیاره، دید برادر یه پپسی گیر آورده داره میخوره، گفت نخور برادر مال بهاییاست، گفت ولی خنکه. بعد من خواهر گریه نکن، فقط خودتو بزن، صدات میاد تو امپلیفایر، الان جلوی صدای منو میگیره. نگاه خواهره به پنکه افتاد، پنکه پرهاش آویزون بود، از چهار تا پرهش این وریش آویزون بود، اون وریش آویزون بود، سومیش آویزون بود، چهارمیش نخیر آقا نه، مثل که سه تا پره بیشتر نداشت، ولی خب هر ستاش آویزون بود، هر سه شکسته بودن. اگر باور نمی کنین از امشب توی سی ان ان ببینین، دید قابلمه کج شده افتاده، درش افتاده، اون بر آب کش افتاده وسط آشپزخونه، سوراخ سوراخ شده. نه البته آبکش سوراخ سوراخ بوده، برای همینم تلویزیونا نشونش ندادن. باز مرگ بر ثانیه‌ای شنید. ثانیه‌ای کدام ثانیه‌ای؟ آیت الله ثانیه‌ای، آیت الله العظما ثانیه‌ای، استغفر الله ربی اتوب علیه، همون عزیزی که دادستان کل انقلاب بود، همون عزیزی که گفت اسم این اوین باید لرزه بر اندام مخالفان بندازه، علیه اون دارن شعار میدن. خواهر گریت رو تموم کن، دوباره میخوان بزننش. استغفر الله، گفت ثانیه‌ای دستش به خون آلوده است. آقا بهش جواب دادن، آقا چنون بهش جوابی دادن که دست همه اونایی که جواب بهش دادن در جا به خون آلوده شد. میر حسین چه کار کرد؟ میر حسین بهش تلفن میکنه، تلفن میکنه، چی میگه؟ تلفن میکنه، تسلیت میگه، بدبخت بیچاره بفهم، تلفن نمیکنه که گذشته رو به رخش بکشه، که بگه چه جنایت ها که تو نکردی ثانیه‌ای. نمیکنه. چرا نمیکنه؟ برای که برای دلجویی تلفن میکنه، نمیخواد تفرقه بیفته، وگرنه خب اونم میتونه جواب بده که تو هم وقت نخست وزیر بودی اون کشدارا، یا نه نه این حرفا نیست، یخچال رو نگاه کن بدبخت، پنکر رو ببین، آبکش، حالا اون که آبکش با خودش سوراخ باشه، حالا اونو کار نداریم، عکس امام رو زمین افتاده رو ببین، همین جایی که امام داره میگه که چی میگه؟ که من آقای ثانیه‌ای رو مثل فرزند بزرگ کردم، حالا باید این حرف به این مهمی احمدی بیفته زمین. حالا وقتشه که میر حسین زنگ بزنه بگه تو جانی و جنایتکاری، این هم به اون بگه تو که نخست وزیر بودی جنایتت از ما بیشتر، موقع تصفیه حساب نیست. آقا برادر تشنش بود، داشت یادم میرفت، خواهر بزن، خواهر خودتو بزن، گفت خواهر ما آب میخوام، برادر تو هم خودتو بزن. یخچال افتاده بود به پهلو، دهنش باز، درش نیمه باز، کشوهای فریزرش زده بیرون، نخود سبزار ریخ کف آشپزخونه مثل دونه های تسبیح پیامبر. آقا یکو همینجور که یخچال افتاده بود دیدیم خون غلیظ از شکافش زده بیرون، از همون خونایی که در کربلا دیدیم میریخت، از لای درزش بیرون سرخ کرده بود، قرمز کرده بود اطراف، و همینجور آقا دل سنگ از دیدنش آب میشد. حالا یکی از معاندین، یکی از همون نفوذیا فریاد میزنه که چه خبره؟ خون نیست، خون نیست، این آب اناره، آب اناریه که توی یخچال بوده. آقا ریختن سرش، آقا ریختن سرش، این دفعه همچین خون گفتن این که خونه دیگه، این که خونه دیگه، از سر صورت خودت داره میاد دیگه. اینو قبول کرد، اینو قبول کرد، گفت دیگه نزنید، اون آب انارم خون بود. آقا کربلا رو قبول کرد.
حالا روزه رو ول کنیم، ولی پنکه، این پنکه رو نشون دادن تو اینترنت ها، هنوز عکسش هست، همونجور که عکس جنازه یخچال هست، همون که اینا رو تو بی بی سی و اینا نشون دادن. پنکه از همه مهمتر تو شرح حال ویکیپدیای جناب آقای سانعی هم که راجع به تخریب اون سال اومده، میگه تصاویری که وبگاه رسمی سانعی، وبگاه رسمی سانعی، آیت الله مایت الله چه ننوشته، یعنی ما خیلی بی‌طرفانه داریم بیوگرافی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیت الله العظمى سانعی رو می‌نویسیم، منتها فقط اینجا وبگاه یعنی سایتش میگه که تصاویری که وبگاه رسمی سانعی پس از این حادثه منتشر کرد نشان میداد که همه چیز حتی پنکه سخفی نیز نابود شده است. البته خبر غلط، نابود نشده است، بود هست، ناقص شده است، ولی نابود نشده است. منتها وبگاه رسمی آقای سانعی رو اینا ایشون دیدن که نابود شده است، یه 22 هم جلوش گذاشتن، ریفرنس دادن، مأخذ دادن. مأخذش کجاست؟ مأخذش اطلاعیه که آقای میرحسین موسوی دادن و از بی بی سی هم پخش شده، که البته ایشون میفرمایند که پنکه نمیدونم صدمه دیده، خسارت دیده، نمیفرماید نابود شده. ولی آقای موسوی هم در اون اطلاعیه کوتاه خودشون که علیه عاملان و عاملان این حادثه میدن به پنکه هم اشاره میکنن و توی همه این روزخونی علاوه بر این فاجعه پنکه، این نکته هم اومده بود که پلیس ایستاده بود تماشا میکرد و لباس شخصی ها حمله کرده بودن و این روزه رو ما قبلا شنیدیم، قبلا خوندیم، قبلا دیدیم، قبلا تعقیب کردیم و منم که دیدین قبلا هم نوشتم، الانم که براتون خوندم. به همین دلیلی که دیگه بهتره که همین برای بچه های توپ جمع کنشون این روزا رو بخونن و بذارن ما بریم سر بخش بعدی برنامه. به جای اینکه عکس و تفصیلات مقام معظم رهبری و آقای روحانی رو نشون بدین، اجازه بدید که ما یه طلبه بدبختی رو نشون بدیم که به هر حال آرزومنده، میخواد، امیدوار لابد که در آینده رهبر بشه، رئیس جمهور بشه، رئیس مجلسی بشه، یک کاری بشه که از همین الان داره افکار بلند و بزرگ اقتصادی اجتماعی خودش رو بروز میده، از جمله که اول پاچه‌خواری مقام معظم رهبری رو میکنه که ایشون خوب کاری میکنن، میگن که بچه باید زیاد بشه و تولید مثل زیاد بشه و میگه که این بیکاری هایی که هست تو مملکت همه مال کمبوده جمعیت. من میگم آقا وقت اون زیاد شد کارم زیاد میشه، او که زیاد شد مهد کودک میخواد، مدرسه میخواد، پس معلم میخواد، پس لباس میخواد، خورد و خوراک میخواد. اینش جالب بود که آقای گوگنده، آقای مصاحبه گرفت دهن یارو میزنن، نمیگفتم یارو میگفت، ولی خب این یه خود قضیه رو جلو انداخت. گفت حالا من اصلا نمیخوام که راجع به گوینده بدبخت زحمت کشی که حالا یه جمله ای هم گفته و نمیدونه که برنامه زنده همینجوری یه چیزی میگه که حالا راجبه نمیخوام حرف بزنم، اما میتونم اینو بهانه کنم و بگم راجبه این لباس شخصی ها، راجبه اینایی که خوش خدمتی میکنن برای آخوند، آخه این فقط نیستش که پامنبری میکنه و بی خودم میکنه، یارو خودش بدون کمک تو داره مزخرفشو میگه، اصلا نیازی به کمک دریوری گویی نداره. حالا تو خندت نگرفته، حالا تو منفجر نشده، حالا تو خودت خراب نکردی، اقلا
چی کار داری برای خوش خدمتی؟ خورد و خوراک میخواد. برای آخوند به ایشون خط نمیشه، آخونده میگه که کلا بیار، این میدونن سر میارن، میگه که یکی بچسبون ده تا میچسبون، میگه یکی بیار دو تا میاره. و اینه که یک عده از این لباس شخصی های شیک و پیک که خیلیشون تحصیل کردن، دکتر مهندس هم توشون هست، و اینها شدن خدمتگزار و پاجور کنه آخون جماعت وگرنه گوینده تلویزیون. حالا من یاد اون گوینده بنده خدا بدبخت دیگه افتادم که اومد رحلت جانسوز جانگوداز امام خمینی رو اعلام کنه، انقدر محیط وحشه بدبخت جانسوزش با جانگودازش قاتش رو حتما دیدین، فقط برای تجدید خاطره نگاش کنید. رحلت جانگوداز امام امت. و حالا این هم هنری است که من توی برنامه اینو نشون بدم، بگم که بچه تیکر خوبی رو نشون دادم، اینا روی یوتیوب هستش. فقط چیزی که من الان راجع به این فکر میکنم، یعنی اگر یه تنظیمیست بخواد راجع به این قضیه فکر کنه، میگه که حالا این بدبخت بعدش چیکار باید کنه، خبر هم از سرنوشتش نداریم چی شد. این اگر بخواد تو مملکت بمونه که دیگه این از این کارا بهش نمیدن، حتی جونش هم ممکنه در خطر باشه. حالا بخواد این فرار کنه بره یه به کشور پناهنده بشه، بگن آقا این یه کیس چیه، موردی که میخواد پناهنده بشه چیه. وکیل میگه که موکل من نمیتونه برگرده به ایران. چرا نمیتونه؟ توپق زده. خب توپق زدن که دیگه پناهندگی نمیخواد، خب برگرده. نه آخه توپق بدی زده، این ترجمهش خیلی سخته، چجوری به مأمور ایمیگریشن و هوم آفیس اینا این حالی کنیم که این مثلا گفته که spread fart what does it mean منظور چیه؟ چی میگه؟ it means very very bad why. آقا حالا میگم بدبختی اینه که ما یه مشکلاتی برای فرار از مملکت داریم که نمیتونیم برای خارجی ها بگیم. خیلی خوشحال میشم اگر کسی خبری از این جوان نازنین داره یه جوری به ما خبر بده که وضعیت چطور، جانسوز جانگوداز بچوری خوب جوری. امیدواریم که حالش خوب باشه. صادف هست با رحلت جانگوداز امام امت. مرور لحظات ناب خیره شدن به زندگی. Bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera نه ببخشید، این برنامه چمتا نیستش، اینو من به سبک اون برنامه درست کردم. چمتا یکی از بهترین برنامه های این تلویزیون و یکی از بهترین برنامه تلویزیونیه که تلویزیون های خارج از کشور به این زیبایی تونستن تا حالا ارائه بدن. و من هم سر ذوق اومدم، یعنی توی یوتیوب یه خبری بود که رئیس جمهور مکزیک با این ترانه گوگوش گریه کرد. در اواخر تابستان 1975 میلادی رئیس جمهور کشور مکزیک آقای لوئیس اریچبریا به ایران دعوت شده بود و محمد رضا شاه ضیافتی به افتخار ایشان در کاخ نیاوران شمیران داد. آن شب گوگوش نیز دعوت شده بود و چندین ترانه اجرا کرد. یکی از ترانه ها مارگونا ساریا و فلان نام داشت که ترانه قدیمی مکزیکی است.
فردای آن روز روزنامه نوشتن که با شنیدن این ترانه رئیس جمهور مکزیک گریه کرد و میبینید که هنرمند بزرگ جهانی گوگوش قشنگ از عهده اجرایی این ترانه برامده که منم چمتاییش کردم و به خاطر اینکه رئیس جمهور مکزیک گریه کرده توجه هم جلب شد به این ترانه و ترجمهش کردم. میخوام بقیهش هم ببینیم. Qué bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera paparear. Mi asa de rosa, besar tus labios quisiera ir, si por favor. Me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo ofrezco mi corazón. به هر حال این برای ذکر خیری بود از لیلا سامانی و محمد صفریان عزیزمون که این برنامه خیلی موفق رو چند ساله که دارن تهیه و تولید میکنن. تا هفته آینده با همه غمایی که داریم و داریم سعی کنیم که اولا نریم دعوای آقای رئیس جمهور رو آقای رهبر خامنه ای رو جدا کنیم، مش به سر و کله خودمون بخوره و بازیچه حق بازی نمیگم جنگشون زرگریه، نه، جنگیه که زرگرا هم توش موندن و براتون آرزوهای خوشی دارم و امیدوارم که یادتون باشه، یادمون باشه با همه این حقه بازی و جنگولک بازی ها نهایتا این گربه ایران ماست و دلمون براش پر میزنه. که کاشتی تو باغچه سر زد عکس تو
اثر درد دلم ها میکنه، در پی عقد گشایی میشه گریه رو سر میده پر میکنه. اگه